گزارش های رسمی و غیر رسمی آقای کاظمیان چه چیزی رو نشون میده و چقدر میشه حالا اطمینان کردش؟ بر مبنای اون چه که تا حالا منتشر شده به نظر میرسه که تقریبا همون چیزی که پیش بینی میشد در رابطه با این انتخابات مهندسی شده و به تعبیری نمایشی و فرمایشی، همون روند داره متحقق میشه با پیروزی آقای رئیسی تقریبا بر مبنای داده های غیر رسمی. اما اون چیزی که جالب تر هستش اینه که باز بر مبنای همین گزارش هایی که از استان های مختلف تا حالا منتشر شده، میزان آرای باطله بیش از حتی آرای باطله آقای رضایی و آقای همتی هستش. یعنی خب بعد از آقای رئیسی که اکثریت آرا رو از آن خودش کرده و به نظر میرسه با احتمال خیلی زیاد در همون دور اول رئیس جمهور خواهد شد، آرای باطله شهروندانی که حاضر شدن در پای صندوق‌های رأی بیشتر از آرای رضایی و همتی است و این معنی داره. یعنی به یک معنا بخش مهمی از شهروندان به ملاحظات شخصی به دلایلی نتونستن صرف نظر کنن از اینکه در انتخابات شرکت نکنن. خب این همون واقعیت هایی که گریبان انتخابات رو در ایران میگیره، گریبان شهروندان رو میگیره که ناچارن به هر حال مشارکت کنن اما نتونستن خودشون رو راضی کنن که به یکی از این چهار نامزدی که شورای نگهبان اونها رو دستچین کرده و یک چنین انتخابات رو صورت بندی کرده در نهایت رأی بدن. ولی خب طبیعتاً برای اینکه مشخص بشه که دقیقاً چند درصد در کل کشور شرکت کردن، یا بیش از 50% یا حدود اینه، ظاهراً برآوردها نشون میده چیزی همین حدود بین مثلا 45-46% تا حدود 50% ظاهراً آمار هست. اما جدای از این که چقدر آرای خود آقای رئیسی هست باید صبر کنیم تا آرای اصلی منتشر بشه. بله، خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران و همینطور رسانه های حکومتی شروع کردن از پیروزی در انتخابات نوشتن و همینطور شکست پروژه تحریم انتخابات. بیشتر توضیح میدید؟ بله، این بخش جالبه. یعنی در حالی که این انتخابات تقریبا اون چیزی که تا حالا اعلام شده نشون میده که کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری یا دست کم یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت رو شاهد بودیم، ولی خیلی تلاش کردن که رسانه‌های رسمی، روزنامه‌هایی که امروز روزنامه‌های منتشر شده در ایران هستن و از کیهان گرفته تا روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران، اینها همه تلاش کردن اغراق کنن در این وضعیت، خیلی تلاش کردن ناکام نشون بدن کسانی که در انتخابات قهر کردن با صندوق‌های رأی. بله، در روزنامه کیهان مثلا با همین تیتری که مردم حماسه آفریدن، هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه روزنامه کیهان اینکه به هر حال میزان مشارکت در انتخابات برگشته به دهه 60، یعنی انتخابات سال 64 سال 68 نرخ مشارکت کمتر از 55% بود. خب این یک چون انتخابات روزنامه‌های مشابه هم همینطور، اگر حالا بله فکر میکنم چند تا روزنامه دیگر هم انتخاب بله کردن که میتونیم نگاه کنیم. روزنامه وطن امروز، خب اینا همه روزنامه های، یعنی البته برای دوستان میتونم بقیه روزنامه هم نشون بدن، اینا همه روزنامه های منتسب به اون جریان در واقع تندرو بخش افراطی ان، روزنامه جوان بله وابسته به سپاه پاسداران نزدیک به سپاه که گفته شکست پروژه تحریم، در حالی که خب اینا هیچ اشاره ای نمیکنن. روزنامه رسالت مثلا گفته میدانداری مردم، خب آقای خامنه ای هم گفت که روز انتخابات روز ملت ایرانه، در حالی که این مردم ایران حتی نمیتونستن نامزدهای واقعی در این انتخابات داشته باشن، اون نامزدهایی که نمایندگی کنن مطالبات مردم رو. خیلی از نامزدهایی که حتی نزدیک به حکومت بودن یا همسو با شخص اول نظام بودن اونها هم رد صلاحیت شدن. و جالبه که روزنامه ایران که روزنامه دولتی اونم با این تیتر روز ملت ایران اومده توصیف کرده اونچه که رخ داد دیروز، و عجیبه از روزنامه دولت که هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه به رد صلاحیت‌های گسترده و به نوعی این تحقیری که متوجه مردم ایران شد که مجبور شدن اونایی که حتی می‌خوان برن پای صندوق‌های رأی برن و چنان که گفتم اینقدر آرای باطله زیاد باشه مطابق گزارشی که تا حالا منتشر شده، و به نوعی دارن تلاش می‌کنن بگن که قهر با انتخابات ناکام بوده، در حالی که چنان که گفتم همه نشانه‌ها دال بر اینه که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات دیروز رقم خورده. و البته
اون کسانی که باید پیغام رو بفهمن همون هسته سخت قدرته که متاسفانه روزنامه کیهان و این روزنامه نشون میدن که نه هیچ دنبالی نیستن که این پیام رو بخوان درک کنن. بعضی از اصلاح طلبا به هر حال تشویق میکردن مردم رو که پای صندوق های رای برن. آیا تونستن موفق عمل بکنن؟ اگر کوتاه بر مبنای اون چیزی که منتشر شده ظاهرا آرای آقای همتی کمتر از آقای رضایی هم هستش. البته گفتم هنوز آرا شمارش نشده، به ویژه در شهرهای بزرگ ممکنه این آرا برای جابجا بشه، آقای همتی افزایش پیدا کنه، ولی تقریبا میشه گفت اون کسانی که در انتخابات مشارکت کردن از اصلاح طلبان فقط اومدن به این انتخابات نمایشی و فرمایشی بها دادن، مهر تایید زدن بر این انتخابات که آقای خامنه ای اطلاعات سپاه پاسداران شورای نگهبان صورت بندی کرد و به تعبیر از اینجا مونده و از اونجا رونده شدن، نتونستن حتی انتخابات رو ببرن به مرحله دوم اونچنان که نتایج و گزارش‌های تا حالا منتشر شده نشون میده. ممنونم از شما مرتضی کاظمیان همکارم که اینجا در استودیو بودین.